درس یکم عنوانش چیه؟ تاریخ و شیوه تاریخ نگاری، یعنی تاریخ رو میخواییم ببینیم که چه معنا و مفهومی داره به عنوان یک دانش. دومی که در طی زمان شیوه نوشتن تاریخ به چه صورتی بوده. پس اولین چیزی که ما نیاز داریم اینه که یه تعریف از تاریخ رو داشته باشین. یادتون باشه هر دانشی که میخوایی مطالعه کنی ابتدا باید تعریف و موضوع اون دانش رو بدونیم. ببینید تاریخ وقتی که بیان میشه لفظیه که بر چندین معنا اطلاق میشه، تو منطق خوندید شما. حالا تاریخ سه تا معنا داریم. یک، گاهی مواقع به مجموعه حوادث و رویدادهایی که برای یک فرد یا یک جامعه اثر گذاشته ما اینو عنوان تاریخ می‌گیم، مثل تاریخ ایران. معنای دوم چیه؟ مجموعه از حوادث هایی است که یا اینطوری بگیم که دومین معنا در واقع منظور ما از یک روش علمیه که شامل تجزیه تحلیل حوادث هایی که هست که در رابطه با یک جامعه رخ داده. سومین تعریفی که ما از تاریخ داریم در واقع منظور چیه؟ همون زمان داریمش. میگه امروز روز 18 تیر ماه 1399 هستش. پس از این سه تا معنا یادتون باشه اونی که ما باش نیاز داریم تاریخ و به عنوان یک وسیله علمی هستش. سوال بعدی که مطرح میشه اینه، آیا هر حادثه‌ای که رخ میده ما میتونیم بگیم حادثه تاریخی هست یا نه؟ حادثه تاریخی حادثه‌ای هست که سه ویژگی عمده رو داشته باشه. یک، قابل مشاهده نباشه و نتونیم دوباره فرض کن واقعه کربلا رو میخواییم بررسی قرار بدیم، میگه که خب بریم ببینیم واقعه کربلا چگونه رخ داده ببینیم. دو، تکرار ناپذیره، یعنی دوباره تکرار نمیشه حادثه تاریخی، یک بار در متن زمان به وجود میاد. سوم این که یه حادثه تاریخی حتما علتی برای به وجود اومدنش داره، یعنی هیچ حادثه‌ای بدون علت نیستش. پس سه تا عامل باید یاد بگیریم. یک، هر رویداد تاریخی قابل مشاهده نیستش. دو، تکرار نمیشه. سه، رابطه علت معلولی داره. خب حالا نکته مهمی که تو اینجا داریم اینه، حوادث تاریخی کی به وجود میاد؟ انسان به وجود میاد. پس انسان یادتون باشه نقش محوری و اساسی رو توی تاریخ بازی میکنه. یه رگه انسان ها حصرش بکنیم ما دیگه واقعه تاریخی رو ندینیمش. دو، چیزی که به عنوان تمدن ما بیانش میکنیم در واقع پیامد کنش های فردی و اجتماعی انسان ها هستش. و دو نکته یادتون باشه، یک، انسان نقش محوری و اساسی رو داره. دو، تمدن نتیجه پیامد
کنش های فردی و جمعی انسان ها هستش. بریم رو سومین نکته که باش کار داریم. گفتیم که حتما ما باید تعریفی از اون دانش به اضافه موضوع اونو بدونیم که چی هستش. پس اول بیایم تعریفی یاد بگیریم که چیه. میگه تاریخ علمی است که به مطالعه جنبه‌های مختلف زندگی کی، انسان‌ها و جوامع در چه زمانی، در زمان گذشته می‌پردازه و زمانی که داره مطالعه می‌کنه می‌خواد علل و نتایج اون افکار و اعمال و رفتارهای گذشتگان رو بررسی قرار بده. پس این میشه تعریف تاریخ. پس تاریخ علمی است که به مطالعه جنبه‌های مختلف زندگی انسان‌ها و جوامع در گذشته می‌پردازد و علل و نتایج افکار و اعمال پیشینیان را مورد بررسی قرار بده. نکته بعدی که باید بدونیم اینه، هدف از علم تاریخ چی هستش؟ شناخت و آگاهی نسبت به زندگی اجتماعی در گذشته هستش. چه ابعادی شما در نظر میخواییم بگیم تو موضوع تاریخ؟ تمام جنبه‌های فکری، مذهبی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و غیره رو ما در نظر بگیریم. خب حالا بیم تو نکته بعدی که باش کار داریم. ببینیم ما تاریخ رو دو شکل میتونیم بیان کنیم، یه تاریخ نقلی هست، یه تاریخ یا نقلی شفاهی، یکم نهایت اون رو یا اینطوری بگیم که تاریخ رو یه شفاهی داریم یه کتبی ها داریمش. تا زمانی که خط اختراع نشده بود ما تاریخ رو به صورت شفاهی داشتیم، یعنی سینه به سینه نقل میکرد. تاریخ کتبی از زمانی است که خط اختراع شد و خط هم میدونی که از 5000 سال قبل توسط سومری ها به وجود اومد. خب این نکته مهم هستش. قدیمی ترین متن تاریخی که تا الان به دست اومده مربوط به سنگ نوشته ایه که توی مصر به دست اومده، با خط چی نوشتن؟ با خط هیروگلیف یا تصویر داریم. این قدیمی ترین سند کتبی تاریخ رو داریم که این حواستون جمع باشه. بریم ببینیم نکته بعدی که باهاش کار داریم چیه. ما از کجا بفهمیم که ایرانی ها علاقه به گذشته خودشون داشتن؟ ما از این میتونیم بفهمیم. تو دوره ساسانیان متنی ها داریم که تحت عنوان خدای‌نامه است که توی اونجا حوادث مربوط به قبل از ساسانیان ذکر شده. پس از خدانامه ما میتونیم بفهمیم که ایرانی ها علاقه داشتن که از گذشته خودش علاقه داشته باشه. خب یه سوالی که چند سال قبل توی کنکور اومد این بود که بنیانگذار علم تاریخ به شکل امروزی چه کسی هست؟ اینو حواستون جمع باشه. مربوط میشه به
فردی به نام هرودوت که بهش اصطلاحا لقبی دادن به نام پدر تاریخ، فردی است که در قرن پنجم قبل از میلاد در یونان باستان زندگی میکرد. پس اینو یادتون باش، تاریخ نگاری به مفهوم اصلیش توسط کی انجام گرفت؟ یه فردی در قرن پنجم قبل از میلاد در یونان باستان زندگی میکرد که ما بهش میگفتیم هرودوت یا پدر تاریخ، که اصلاش هم تحت عنوان تاریخ هرودوت ما داریم، چون هرودوت مربوط به دوران زمان زندگی میکنه که در ایران سلسله هخامنشیان هست. ما میبینیم بیشترین مطالب کتابش هم در ارتباط با روابط ایران و یونان در زمان هخامنشیان نوشته. سبک نگارش هرودوت بعدها مورد استفاده مورخان ایرانی اسلامی قرار میگیره، مانند که مانند طبری یا بیهقی رو مدعی بشه. خب از این نکته ها بیاییم بیرون، بیاییم تو این قسمت یه مقدمه میگم که برسیم به یه مطلب اصلی. قبل از اینکه تاریخ نگاری امروزی شکل بگیره، یعنی از دوره رنسانس به قبل، سبک تاریخ نگاری به این صورت بوده. ببینه اینجا ما داریمش، از اون جزئی که بهتون دادم اینا رو ذکر کردم. ببینه در گذشته مورخ وقتی که گذشته رو میخواست بنویسه فقط حوادث رو نقل میکرد، در رابطه با اینکه علت و نتایج اون حادثه چی هست صحبتی نمیکرد. دوم اینکه به مردم کاری نداشت، چون این مورخ در خدمت دربار بود و زندگی شاهان و سران رو مینوشت و این مورخان در کنار سران شاهان بودن که شاه اگه لشکرکشی انجام میدادین مورخ همراه با شاه بود، حوادثی که بود مینوشت و متاسفانه باید چیزی رو مینوشت که مورد قبول شاه قرار داشتش. اما از دوره رنسانس به بعد ما یه تحولی توی تاریخ نگاری به وجود میاد که سبک نوشتهای تاریخی امروزی هم مربوط به این تأثیری که داره. حالا سبک نوین تاریخ نگاری جدید یه سری ویژگی‌هایی داره که تو تاریخ نگاری قدیم نداشت، اینا رو یادتون باشه. یک، تو تاریخ نگاری قدیم فقط زندگی سران و شاه می نوشتم، اما تو تاریخ نگاری جدید علاوه بر این که زندگی سران و شاهان می نوشتن، در رابطه با وضعیت سایر مردم هم مطالب ارائه می دن. دو، در گذشته فقط حوادث نقل میکردن، اما توی تاریخ نویسی نوین علاوه بر نقل حوادث، ببینید علل و نتایج اون حادثه رو بررسی میکنن، یعنی هر چیزی که بیان میشه دلیل بر درست بودن نیست، دنبال دلیل میگردن چرا این حادثه در این مکان رخ داد، زمینای شکل‌گیری حادثه چی بود و چه نتایج به دنبال داشتش. سومی که برخلاف گذشته امروزه
یه مورخ وقتی که میخواد یه حادثه رو بررسی قرار بده از دانش‌های دیگه استفاده میکنه به عنوان مثال. مورخ نمیدونست که تعداد شاهانی که بر دوره اشکانیان بر اینا حکومت میکرد چند نفر هستش، پس سراغ دانشی به نام سکه شناسی. دانش سکه شناسی بر پایه تصاویری که روی سکه وجود داشت گفت که تعداد کسانی که بر ایران حکومت میکنه بر اساس این تصاویر 29 نفر بوده. بعد اینو مورخ میگیره استفاده میکنه. پس یک، تمام ابعاد مختلف زندگی مردم هم از فرهنگی اجتماعی بحث میکنه. دو، حادثه‌ای که نقل میکنه به دنبال علل و نتایجش است. سوم اینکه از سایر دانش‌ها برای فهم پدیده‌های تاریخی استفاده میشه. خب حالا یه موضوع دیگه هم داریم. اینه که مورخ وقتی که میخواد یه پدیده تاریخی رو بررسی قرار بده شیوه مطالعه کردن چی هستش؟ تو پرانتز داشته باشید، مورخی میتونه یک پدیده تاریخی رو بررسی قرار بده که عقاید شخصی خودش رو نسبت به اون پدیده بذاره کنار، بی طرف باشه. وقتی که به نتیجه میرسه چه به ضررش باشه چه به نفعش باشه عین اون نتیجه رو چکار کنه بیان بکنه. ما کمتر این شیوه رو مدام بشه. خب اولین کاری که مورخ باید به هنگام بررسی یک پدیده تاریخی انجام بده چیه؟ انتخاب موضوع هستش. ببینه که راجع به چی میخواد صحبت بکنه، پس موضوع باید مشخص باشه. یک، دایره موضوع هرچی که جمع و جورتر باشه راحت تر میشه بررسی قرارش داد. دو، وقتی که موضوع مشخص کرد میاد در رابطه با موضوع اون پرسشی که مطرح میشه میاد فهرست میکنه. مثلا جنگ ایران عراق موضوع کار تحقیق، پرسش مربوط به این آیا عوامل خارجی در شکل‌گیری این جنگ دخالت داره یا ندارن؟ آیا در داخل ایران زمینه برای جنگ وجود داشته یا نداشته؟ این گونه پرسش‌هاش کار می‌کنه، تهیه می‌کنه. این پرسش‌ها ببینید راهنمای کارش میشه، می‌فهمه که باید چه نوع مطالبی جمع‌آوری بکنه. خب سومین کاری که انجام میده اینه، بره دنبال منابع ببینه که چه منابعی وجود داره که به با مورخ کمک میکنه راجع به موضوع چیکار کنه اطلاعات به دست بیاره. پس توی این مرحله یادتون باشه این مهمه، نگاه کنین، وقتی که منابع رو شناسایی کرد حالا باید بیاد درجه اعتبارش رو ببینید که چی هستش. یه مطلبی رو ببینید که از طرف فردی گفته میشه که خودش اون حادثه شرکت داره،
این یه گزارش ما داریمش توی منبع. توی منبع دیگه همون مطلب رو داری از فردی که 5 نسل بعد از اون حادثه ذکر شده. پس اعتبار اولی بیشتر از اعتبار دومی هستش. اینو مورخ انجام بده، یعنی منابع رو تحقیق بکنه، بعد بفهمه که این منابعی که میخواد استفاده بکنه میزان اعتبار چقدر هستش. سومین کاری که انجام، چهارمین کاری که انجام میده اینه که منابعی که شناسایی کرد توجه به موضوع پرسشی که مطرح شده شروع میکنه مطالب و از این منابع استخراج کردن، بعد میاد دستبندی میکنه که منابع اطلاعات اصلی که جمع کرده کدوم هست، اطلاعات دست دوم چیه، اطلاعات دست سوم به چه صورتی هستش. خب یکی از سختی کارهایی که انجام میده قسمت و مادداری میشه تجزیه تحلیل کردن اون اطلاعاتشه که ببینو حادثه که شکل گرفته چگونه هستش. این کار هر کسی نیستش که به راحتی بیاد بگه آقا این حادثه اینطوری اینطوری بوده من میدونم. نه، کارش مانند یک کارگاه پلیس هستش. چطور کارگاه پلیس از سرنخ ها میرسه به اصل یک واقعی یا یک قتل، مورخ هم همین کار رو باید انجام بده. باید بره به دنبال اون نشانه ها تا بتونه از طریق اون نشانه اون حادثه رو چیکار کنه، تو ذهنش بازسازی بکنه و بعد از بازسازی شروع کنه به تجزیه تحلیل کردن. آخرین موردی هم که انجام میده اینه، آنچه که فهمیده درک کرده از اطلاعات تجزیه تحلیل ها به صورت یک کتاب یا گزارش کار میکنه به صورت علمی ارائه میده. پس یادتون باشه 6 مرحله ما داریم، 6 مرحله رو یاد بگیری که امکان داره توی تست بیان که مرحله 4 مورخ توی تحقیق چگونه هست. باز توی این موارد این نکته گاهی مواقع میاد، یعنی شماره 5 کدوم مرحله از تحقیق کار مورخ به سبک کیه؟ کارگاه پلیس هستش. یه مراحل پژوهش تاریخ رو داریمش، اما بیاییم به سراغ مطلب بعدیش. منابعی که ما داریم صحبت میکنیم یه بوده مورخ برای اینکه در رابطه با موضوعش بررسی قرار داریم، ببینه منابع درجه اعتبار چقدر هستش، کدوم منابع اعتبارش بیشتر است و کدوم منابع اعتبارش کمتر هستش، ما بیاییم منابع رو ببینیم از درجه اهمیت و اعتبار به 2 دسته تقسیم میکنیم. منابع دست اول یا اصلی، 2 منابع دست دوم یا فرعی. پس از عنوانش که میتونیم بفهمیم که اگر اطلاعاتی در رابطه با منابع دست اول یا اصلی داشتیم اعتبارش بیشتر نسبت به منابع دست دوم. حالا این منابع دست اول چی هستش؟ ببینیم منابع دست اول به کلیه آثار گفته میشه، حالا چه میخواد قابل لمس باشه چه میخواد نباشه، چه نوشتاری باشه چه نباشه، به همه آثاری گفته میشود که در زمان وقوع حادثه یا نزدیکترین زمان به وقوع اون نوشته شده باشه. و
مثلا یه چیزی پیدا کردیم که نزدیک حادثه یا زمان وقوع حادثه است، پس نقد بکنی اعتبارش بیشتره. خب حالا این آثار شامل کی میشه؟ نویسندگانی که خودشون شاهد چی بودن؟ اون واقعه بودن، یا اومده از کسانی که اون واقعه رو دیدن نقد بکنن. آثار غیر نوشتاری میشه چی؟ مثل بناها، سنگها، ساختمانها و غیره. اینها میشه چی؟ منابع دست اول. مثل چی؟ وقتی ما رو هخامنشی ها رو در رابطه با پای تختش صحبت بکنیم، یکی از منابع دست اول غیر نوشتاریش میشه چی؟ تخت جمشید و مادر میشه. خب بگه منابع دست دوم یا چی؟ فرعی. خب منابع دست دوم یا فرعی اعتبارش به نسبت اول پایین تره دیگه. منابع دست دوم چیه؟ منابعی است که سالهای بعد، یه قرن، دو قرن، سه قرن بعد، میان بر اساس منابع دست اول می نویسند. مثل چیونه؟ مثل کتاب ارزم موضوع تاریخ طبری ما داریم، یا تاریخ ابن اسحاق داریم، با کتاب تاریخ خودمون. این کتابی که الان ما داریم تدریسش رو میکنیم، مطالبش از کجا آورده؟ از منابع دست اول آورده. پس یادتون باشه که منابع از نظر اعتبار به دو دسته تقسیم میشه. یک، منابع دست اول. دو، منابع دست دوم. و منابع دست اول اعتبارش بیشتر از منابع دست دوم هستش. اما ببینیم که تاریخ اصلا ما مطالعه میکنیم به چه درد ما میخوره؟ آیا فایده‌ای برای انسان‌ها و جوامع داره یا نداره؟ اگه به این نتیجه برسیم که مطالعه تاریخ هیچ فایده‌ای نداره، پس تحت هیچ عنوان ارزش نداره که انسان دنبال این دانش بره، مگر اینکه باور بکنه که این دانش تاریخ توی زندگی انسان تأثیر داره. خب ببینیم که چه فایده‌ای داره. اینا رو یاد بگیری. یک، منبع شناخت و تفکره. یعنی ما میتونیم از بررسی گذشته بفهمیم که اگر ما چنین جامعه داریم چگونه سیر تحول گذشته و باقی مرحله رسیدیم. به اضافه این که شناخت منبع، به اصطلاح منبع شناخت تفکر به عنوان فایده بیانش میکنیم، میتونیم بفهمیم که حوادثی که در گذشته رخ داده اتفاقی نیست، حتما قوانینی براش حاکمه. که این حواستون جمع باشه، متعریب میگه تمام تحولاتی که توی تاریخ بشر از دیدگاه قرآن ذکر میکنه، میگه بر پایه یک سلسله سنن یا سنت ها که به زبان امروز میشه قوانین علمی انجام بشه. این یکی هم عشان یاد بگیری. قرآن در رابطه با تفکر در رابطه با زندگی گذشتگان چی میگه؟ حواستون جمع باشه. یعنی ضمن این که فایده تاریخ و فهرستوار یاد میگیری که سه مورد هست، این گفته شهید متحدی رو یاد بگیری که تاریخ چه فایده ای داره. یکی هم قرآن وقتی که میگه راجع به گذشتگان صحبت کنی،
هدف از این صحبت کردن چیه؟ هدفش در واقع تفکر هستش. خب دومی فایدهش چیه؟ بهره‌گیری از گذشته برای حال آینده است. ما میتونیم از سیر تحولاتی در گذشته رخ داده بوده بر اساس چه قوانین علمی و سنت ها هستش، ما میتونیم برای زمان حالمون و همچنین برای برنامه‌ریزی آینده جامعه استفاده بکنیم. یک جامعه اگه تمدنی مانند هخامنشیان به وجود میاره، تمدن ساسانیان به وجود میاره، تمدن اشکانیان داری، مسلماً قوانین وجود داره، زمینای داره. میگه پس ما میتونیم از اون زمینها برای تغییر و تحولات جامعه حال و آینده چیکار کنیم؟ استفاده کنیم. سومین فایده چیه؟ تقویت حس میهندوستی و هویت ملی. یعنی وقتی ما گذشته جامعه خودمون رو بررسی قرار میدیم و میفهمیم که این جامعه چه سرنوشتی داشته، چه کسانی خیانت کردن، چه کسانی از زندگی خودشون گذشتن مانند امیرکبیر برای جامعه خودمون، پس ناخودآگاه یه حس خاصی نسبت به سرزمینی داریم و افتخار میکنیم که من یک ایرانی هستم. پس توی این فایده‌های تاریخ ستاره یاد بگیری: یک، منبع شناخت تفکر، دو، بهره‌گیری از گذشته برای حال آینده، سه، تقویت حس میهندوستی و هویت ملی. تو این قسمت دو تا نکته داریمش: دیدگاه متحری، یک، دو، آیه که در رابطه با تفکر در گذشته در قرآن اومده. خب پس این شد چارچوب درس اول. درس اول نکات اصلی و فهرستوار میگم: یک، ویژگی حوادث تاریخی چیست؟ دو، تعریف علم تاریخ و موضوع تاریخ. سه، قدیمی ترین سندی که در رابطه با تاریخ اومده چی هستش؟ چهار، بنیانگذار دانشی به نام علم تاریخ چه کسی هست؟ گفتم هرودوت. پنج، شیوه تاریخ نگاری قدیم چگونه بود؟ شیش، ویژگی تاریخ نگاری جدید به چه صورتی هستش؟ هفت، مراحل تحقیقات یک مورخ چگونه است؟ هشت، منابع به چند دسته تقسیم میشه بوده؟ منابع اصلی و منابع فرعی. نه، آخرین موردش هم گفتیم، فایده های تاریخ رو داریمش. پس این میشه مطالب اساسی و نکتهی درس یکمون. پس اگه بقیه هم نگاه نکردی، یاد نگرفتی، زیاد مشکلی نخواهید داشتش. بازم میگم که علاوه بر جزئی که من دادم، متن رو یک بار دیگه بخونید. نکته‌ای که برای خودتون جالبه که تو اون متن من نیاوردم، توی دفتر بنویسید. این خودش به یه مجموعی از نکات اصلی که
بعد هم میگم که چگونه ازش استفاده کنیم. در رابطه با دست دوم که چی هستش؟ تو دست دومون در رابطه با تاریخ و به معنای زمان و مکان میخوایم یه نگاهی بهش بکنیم. ببینید وقتی که یه حادثه رو ذکر میکنیم حتما دو تا عامل باید باشه. یعنی اگه حادثه تاریخی رو ذکر کردیم و این دو تا عامل و رکن وجود نداشت، ما دیگه حادثه بهش نمیگیم. یک، این حواستون جمع باشه، یک زمان، دو مکان. هر حادثه که رخ میده حتما روی کره زمین در یک مکانی رخ داده. ما نمیتونیم تو ذهنمون بیاریم که یه حادثه رخ داده مکان نداشته باشه. دو، هر حادثه که رخ میده حتما در یک زمانی به وجود اومده. ما نمیتونیم بگیم که جنگ ایران عراق شکل گرفت اما زمان نداره. پس اینو یادتون باشه، تو نکته اساسی داریمش. توی واقعی تاریخ و دانش تاریخ دو تا اصل رو داریم، زمان و مکان. هیچ حادثه‌ای تو ذهنمون بدون زمان و مکان نمیتونه تصور بکنیمش. خب ببینیم که در رابطه با زمان ما چه چیزایی نیاز داریم. اینجا نوشته نوشته دانش تاریخ بدون توجه به زمان معنا نداره. چرا؟ چون رویدادهای تاریخی در زمان معینی در گذشته رخ میدن و بدون آگاهی از زمان وقوع دادن اون نمیتونیم ما درک صحیح از یک واقعه تاریخی داشته باشیم. خب حالا ما برای اینکه زمان رو مشخص کنیم نیاز داریم به چیزی که بهش میگه تقویم یا گاه شماری. و زمانی که زمان یک حادثه رو ذکر میکنیم از چیزی استفاده میکنیم بهش میگیم چی؟ گاه شماری یا تقویم. پس اول بیاییم یه تعریف ارائه بدیم. اگه یکی از ما پرسید تقویم یعنی چی؟ گاه شماری یعنی چی؟ اینه بدونیم. انسان ها چون میخوان زندگی بکنن پس نیاز دارن که تغییراتی که در اطرافشون رخ میده شناسایی قرار بدن. پس مجبور میشن به مرور زمان این تغییرات شناسایی قرارش بدم. مثلا میبینه که تو یه مقطع زمانی هوا روشنه، یه مقطع زمانی دنیای اطرافی که زندگی میکنن تاریک هستش. در یه مقطعی تو جایی که زندگی میکنن هوا سرد بشه، تو یه مقطع دیگه هوا به شدت گرم بشه. تو یه مقطعی گیاهان رشد میکنن، توی مقطع گیاهان رشد نمیکنن. خب در این رابطه بزرگترین دستاوردی که انسان داره برای اینکه تغییر و تحولاتی که در اطرافش رخ میده بتونه یه معیار قرار بده، چی اختراع میکنه؟ گاه شماری یا تقویم. خب گاه شماری چیه؟ نظامی است که انسان
برای اندازه‌گیری دقیق زمان، یعنی ماه، سال و روز اختراع میکنه. و برای اینکه بتونه دقیقاً زمان رو مشخص بکنه، چاره‌ای نداره که از دانش‌های دیگه مانند ریاضی، فیزیک یا ستاره شناسی استفاده کنه. پس وقتی که از اینها استفاده میکنه، میاد ابزارهای برای اینکه زمان رو مشخص کنه ابداع میکنه. مثل چی؟ مثل ساعتی که امروز ما استفاده میکنیم. چون در گذشته از وسایل الکترونیکی نبود، از ساعتهای مانند آفتابی، آبی یا شنی استفاده میکرد و مسلمان ها ابزاری اختراع کرده بودن که به نام اسطولاب معروف هستش، که در رابطه با نجوم استفاده قرار میگیره. خب پس این تعریف گاه شماری ما داریمش. خب حالا چیزی که مطرح میشه اینه، ببینید که تقویم یا گاه شماری کشورهای جهان به چه صورتی هستش. ابتدا بیم اینو یاد بگیریم، تو کتابتون نیورده، سالو بر چه معیاری محاسبه میکنن. یکی دو بار تکرار میکنم، الان تو ذهنتون داشته باشید. ببینید سال یا خورشیدی است یا قمری ما داریمش، که خورشیدی اصطلاح دیگه‌اش میشه شمسی. پس سال دو گونه محاسبه میشه، یک سال خورشیدی، دو سال قمری. سال خورشیدی تعریفش چی هستش؟ حرکت یک دور کامل زمین به دور خورشید رو ما بهش میگیم چی؟ یک سال خورشیدی. ببینید سال خورشیدی عبارت از یک دور کامل زمین به دور خورشید. خب زمین میخواد دور خورشید به چرخه، اللحاظ زمانی چقدر طول میکشه؟ یادتون باشه 365 شبانه روز رو ببینید، تقریبا 6 ساعت میشه یک سال خورشیدی. خب یه سال دیگه هم داشتیم، بهش گفتیم چی؟ ببینید سال قمری. سال قمری عبارت از 12 دور کامل ماه به زمین. این میشه چی؟ میشه یک سال قمری. خب مدت زمانش چقدره؟ 354 شبانه روز رو ببینید، یک سوم شبانه روز. اینو میخوام یاد بگیرید، تقویم رو که میخوایم بگیم باید این دوتا رو یاد بگیرید تو ذهنتون. سال خورشیدی عبارت از یک دور کامل زمین به دور خورشید که مدت زمانش بشه 365 شبانه روز و 6 ساعت.
سال قمری تعریف چیه؟ 12 دور کامل ماه به دور زمین میشه 1 سال قمری. مدت زمانش چقدره؟ 354 شبانه روز و 1/3 شبانه روز، یعنی میشه حدود 8 ساعت. خب اختلاف این دوتا چند روز میشه؟ اگه خوردره بذاریم کنار اختلافش میشه چی؟ اینه یادتون باشه، خیلی باش کار داریم، 11 شبانه. پس بین سال خورشیدی و سال قمری ما 11 روز اختلاف داریم. این که علت این که مراسم های مذهبی در ایران تغییر میکنه، دلیلش اینه. ما تقویم رسمیمون بر پایه سال خورشیدی هستش، اما اجرای مراسم های مذهبیمون بر پایه سال قمری قرار داره. به همین دلیل است که اگه به فرض واقعی عاشورا روز 21 فروردین امسال ما برگزار میکنه، سال بعد 11 روز میاد عقب، یعنی میشه 10 فروردین. خب حالا با این مقدمه بریم توی این بحث ببینیم که در جوامع گذشته و حال تقویم ها رو بر چه مبنای استفاده می کردن. به نراته با جزوه تاریختونم امروز ما میذاریم، هم عرضم بزرگت که جغرافیا رو با تاریخ تا اونجایی که درس دادم جزوه رو امروز توی سایت براتون میذارم، دیگاه کنید، بعد اگه سوالای دیدی خاصی بود وقت بپرسی بهتون میگم که چی هستش. خب باشه، 2 دقیقه به زنگه، اگه سوالی دارید من جواب دهید که ما زنگ بعد توضیح ادامه بدم. فقط یه چیز زیادتون باشه، اینو الان تو ذهنتون حلاجی بکنید، سال رو به 2 قسمت تقسیم میشه، سال خورشیدی یا شمسی عبارت از 12 دور کامل، مثلا نام یک دور کامل زمین به دور خورشید که مقدارش 365 شبانه روز و 6 ساعته و یک سال قمری عبارت از 12 دور کامل ماه به دور زمین
که مدت زمان 354 شبانه روز و یک سوم شبانه روز ما داریم. اختلاف میان سال قمری و سال شمسی یادتون باشه 11 شبانه روز هستش که زنگ بعد میخواییم تقویم رو توی کشورهای مختلف بررسی قرار بدیم. تو برخی کشورها فقط تقویم قمری رو داریمش، برخی از کشورها تقویم خورشیدی و شمسی رو داریم و تو برخی از کشورها هر دو تقویم استفاده میشه. این تفاوت تقویم سال قمری و هجری تو ذهنتون داشته باشه که 11 شب